سلام علیکم. سلام، چه خبر؟ امروز موفق شدم با مادر ایرج تماس بگیرم. کجا؟ تو صف نونبایی. کسی تو رو ندید؟ نه، مواظب بودم. خب چیزی نگو؟ گفت بعد از این که ما رفتیم خونشون، مامورا ریخته بودن تو خونه، همه جا رو گشتن اما هیچی پیدا نکردن. خدا رو شکر. ببینم پولا بهش دادی؟ هر کاری کردم نگه. نامت رو دادی پست کنم؟ نه. چرا؟ فایده‌ای نداره. برگشت میکنه. نکنه آدرس رو اشتباه می‌نویسی. شاید اون قبلا مسافرت. آدرسش که همونه. مسافرت هم. ناراحت نباش، ایشالا من امروز فردا آزاد میشم، نامت رو خودم میبرم میدم در خونتون. سفارش میکنم حتما بیام بدیدنت. مطمئن باش هیچ پدر مادری نمیتونه ناراحتی فرزندش رو تحمل کنه. حالا بهتر رو بگیری بخوابی. چشم میزن. شب بخیر. شب. دست مردم خوشگوشگی رو بردم. موسی جوادی پور، اصغر لطفی زاده، جواد ویسی، ملاقاتی دارید. زودتر به دفتر مراجعه کنید. شلک ملک به من نزن یا قربونتو برم. یا دست چپته یا دست راسته. درسته؟ خودم بالاخره پیداش میکنم. یه عمر من مچگیرم قربونت برم. تو داری به من یاد میدی. نگران نباش. من خودم ترتیبش رو میدم. سب کن. کدوم دست راستش؟ بشین سر جات، حرف نزن جونم. تو سر جات بشین، به کارهای منم دخالت نکن. الان خودم پیداش میکنم. بذار فکر هولم نکنی، هولم نکنی. سب کن دارم فکر میکنم. آها گرفتم. نگفتم به من کلک نزن. پسر من خودم یه عمر کلک بندی کردم اینو بگیرم. بده من وزق آب ندیده. بده من. بفرما. دیدی پسر جان؟ دیدی حواس من جمعه؟ وقتی چشم بندی میکنن ها، من یه پا از اسام استادترم. میرزا علی آقایی، فرزند رجب، شما مرخص هستید. به دفتر زندان مراجعه کنید. خدا رو شکر، خدا رو شکر، بالاخره یه نفر از ما آزاد شد. خدایا شکر. خدا رو شکر، بالاخره رفتش رسید که ما هم از این دخمه نجات بدیم. به سلامت. خدایا شکر. خب امیرزا آقا جان، داری میری؟ اگه شما بری دل من برای شما تنگ بشه چی کار بکنم؟ درسته که من از اینجا میرم، ولی دلم با شماست. میدونم که دل شما تنگ میشه، ولی اگه ناراحتی نرو، من به جای شما میرم. خب دیگه ما که از اینجا رفتیم، ولی بدونیم که قلبم همیشه با شما. قربون شما برم، نوکرت. خوش اومد. خیر پیش. خدا واسهت خوب بخواد. خدا دست درد همراهت. خدا نگهدارت بشه آمیرزا. خب آقا تورج، آدرس ما رو که داری؟ چشم براید. اگر روزی روزگاری گذرت به زیر بازار افتاد، سری به ما بزن. مطمئن باش که بهت بد نمیگذره.
این میله ها نمیتونه بین من و تو جدایی بندازه. مرد باش. چشم باش. باید باشو. خب من دیگه باید برم. ولی قبل از اینکه از اینجا برم دوست دارم چند کلمه ای با شما صادقانه صحبت کنم. من بیش از 60 سال از خدای خودم عمر گرفتم. در تمام طول زندگی بعد خوب زیاد کردم، البته همیشه بعدش به خوبش چار میده. حالا که عمری ازم گذشته متوجه شدم خیلی هاشم اشتباه بوده. به هر حال از شما میخوام وقتی که به سلامتی از اینجا آزاد شدین، چطور بگم، با صداقت و پاکی زندگی، چون لذتی که در این کار هست در هیچ چیز دیگه نیست. از اینکه زیادی حرف زدم. خدا حافظ. خدا حافظ. منتظرتم. اینم 153 تومن کنید. خب حالا انگشتو بزن اینجا. جمعش کن. به سلامت. خیر پیش. حالا خدا کنه این همه راه که اومدیم خونه روشن. فکر میکنم باشن. انشالله که هست. میگم رسول بعد نباشه این موقع اومدیم. نه مادر ایرج خیلی مهربونه، خوشحالم میشه. الان در وامی کن. نگفتم سلام علی. سلام علی. سلام پسرم. حال شما خوش اومدین. خیلی ممنون. ما که همیشه مزاحمی. اختیار دارین. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بریم تو جمع. بفرمایید. خوش اومدین. خیلی ممنون. بفرمایید. با اجازه. خواهش میکنم. خیلی خوش اومدی پسرم. خوش اومدین. خواهش میکنم. خیلی ممنون مادر. بفرمایید. ببخشید مزاحمتون شدیم. خواهش میکنم. مراهمین. خب آقا رسول چه عجب. اختیار داریم مادر، ما که همیشه مزاحم شما هستیم. مزاحمت چیه؟ شما ها مثل بچه های من هستیم. خیلی ممنون. زنده باشین مادر. خب مادر از ایرج چه خبر؟ گذاشتن بریم ملاقاتش؟ هنوز نه، دیروز دادگاهش بود. دادگاه؟ خب چقدر براش بریدن؟ 1 سال. خیلی جالب. 1 سال؟ بله مادر. اصلا باورم نمیشه. ولی مادر پیشبینی میکردیم حداقل 3 تا 5 سال براش ببره. خدا رو شکر. آفرین به ایرج. آفرین. حتما نتونستن جرمش رو ثابت کنن. بهتون تبریک میگم مادر. ایرج خیلی خوب تونسته در مقابل اینا مقاومت کنه. این برای ما کاملا روشن بود، چون در غیر این صورت سراغ ما هم میومدن. ولی مادر 1 سالم مدت کمی نیست. بله
ما نسبت به دیگران میسنجیم. بین بچه‌هایی که جرایم سیاسی دارن تقریبا بی سابقه است. حالا دیگه منتقلش میکنن اوین. شما هم فکر میکنم به زودی میتونیم بریم ملاقاتش. بله، گفتن پنجشنبه صبح برم کارت بگیرم. آقا جمال میاد شما رو میبره. نه خیلی ممنون، خودم میرم. خواهش میکنم. خواهش میکنم مادر، تعارف نکنی. من از این به بعد وظیفه دارم کلیه امور مربوط به این خونه رو انجام بدم. دیگه چی؟ من هنوز زمینگیر نشدم. خدا نکنه مادر، این حرفا چیه میزنی؟ البته من قول میدم که در هفته یکی دو روز بیشتر مزاحمتون نشم. خواهش میکنم اصلا حرفشم نزنین. خب نگفتین اینا چیه؟ اینا چیزه، یه مقدار سبزی و میوه است که مال باغ پدر آقا جماله. بله. البته یه مقدارم گوشت قربونیه که خب ناقابله. خیلی زحمت کشیدین. دستتون درد نکنه. با اجازتون برم یه چایی تازه دم براتون بیارم. خواهش میکنم، زحمت نکشین. خواهش میکنم. لطف دارین. اصلا معلومه چی میگی؟ کدوم باغ؟ کدوم گوش قربونی؟ تو کاری به این کارا نداشته باش، سرت به کار خودت باشه. شنوا با کسی کاری میشنی؟ بله، با آقای احتشام کار میشنم. احتشام؟ خدا بیامرزتش، دو ماه پیش فوت کرد. فوت کرد؟ بله. چجوری؟ گویا در اثر یه تصادف. عجیبه. خونوادش الان کجا هستن؟ شما میدونی؟ خونوادش هم خونه شونو فروختن و رفتن. اینطور که من شنیدم خدا بیامرز احتشام کلی بدهکاری و قرض و قوله داشت و ورشکست شده بود. عجیبه. ببخشید شما الان نمیدونین کجا زندگی میکنه؟ والا بنده اطلاعی ندارم. ببخشید. خیلی ممنون. خب تعریف کن. تعریف کنیم ببینم دیگه چی کارا میکنی. خبرو پیش شما سامیرزا. ما که از صبح تا شب همش ذکر خیر شما رو میکنیم سامیرزا، مگه نه؟ نه راست میگه سامیرزا آقا جان، از وقتی که شما رفتین ها دل ما برای شما تنگ شده، دیگه حاضر نیستیم یه دقیقه توی خراب شده بمونیم، مگه نه؟ اینجا نمیمونی آقا جلال، تا چشم به هم بزنی تموم میشه و میری سر خونه و زندگی. خدا از زبونت بشنوه سامیرزا آقا جان. توکلت با خدا باشه. یا خدا. آقا تورج. بله. واقعیتشو بخوای من برات خبر خوشی ندارم. پدرت ورشکست شده. چی؟ خانواده‌ات هم مجبور شدن اونجا رو ترک کنن. دلیل برگشت خوردن نامه‌هات هم همینه و بس. چون در حال حاضر خانواده‌ات دیگه تو اون خونه زندگی نمی‌کنن. حدس من اینه که شاید رفته باشن خونه فامیل یا کس دیگه ای. خوب گوش کن با توه. والا ما فامیلی تو تهران نداریم آمیرزا. شهرستان چی؟ شهرستان؟ شهرستان؟ چرا؟ یکی دو تا از فامیلامون هستن ولی باشون رفت و آمد خانوادگی نداریم آمیرزا. خب باید تهران باشن. من پرسوجامو ادامه میدم. مطمئن باش به امید خدا پیداشون میکنم.
بفرمایین. به زحمت افتادین مادر. اختیار دارین. این حرفا چیه مریم جون؟ خب دخترم، خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. راستی از ایرج خان چه خبر؟ رفتین ملاقاتش؟ نه، هنوز اجازه ملاقات ندادن. نگران نباشین، اونا با همه زندانیای سیاسی همینجور رفتار میکنن، اما بالاخره مجبور میشن اجازه بدن. خدا از زبونت بشنوه مادر. اگه بدونی چقدر ناراحتم. شما نگران نباشین مادر، بالاخره یه روزی همه مشکلات تموم میشه. خدا کنه. به هر حال خیلی خوشحالم کردی که اومدی. هرچند وظیفه من بود که بیام به دیدن مادرت، ولی متاسفانه نمیدونستم برادرت شهید شده. عیبی نداره مادر، با این همه گرفتاری که دارین صلاح نبود بیشتر ناراحت بشین. ضمن این که اومدن شما به خونه مام خالی از خطر نبود، حتی همین الانش هم صلاح نیست. من باید میومدم دیدن مادرت، باید بفهمم اون به چه روزی افتاده. تو رو خدا گریه نکنین، بذارین یه چند وقتی بگذره. ممکنه خدایی نکرده برای ایرج خان گرفتاری بیشتری درست بشه. من خودمم که الان اینجا آمدم یه خورده بی احتیاطی کردم، یعنی در واقع به خاطر اصرار مادرم بود. یعنی مادرم از من خواستن که سری بهتون بزنم و اگه کاری داشتین براتون انجام بدم. خیلی ممنونم عزیزم، خجالتم میدی. خواهش میکنم. ضمناً اینو مادرم داد که بدم به شما. ناقابله. نه نه مادر، احتیاجی ندارم. تو رو خدا قبول کنین، ما رو از خودتون بدونین. زنده باشی دخترم، هنوز یه مقدار پسنداز دارم، ازت خواهش میکنم برش دار، من لازمش ندارم. هر جوری که دوست دارین، فقط امیدوارم که تعارف نکرده باشین. نه نه مادر، اگه احتیاج داشته باشم چه کسی بهتر از شما. چایت سرد میشه. خیلی ممنون. بخور عزیزم. خلاصه آقا تورم، شب فرا رسید. بنده بلند شدم نم نم، آهسته آهسته احتیاط کنان رفتم سراغ ماشینی که قالپاقشو نشون کرده بودم سر وقت قالپاق. خب آقا پیش گوشتیمو درو بردم، زدم لای چی؟ اون رینگ و قالپاق، درسته؟ اومدم که تکون بدم قالپاقه رو در بیارم، چشم توز بد نبینه تورت جان. بگو چی دیدی؟ آقا یه وقت دیدم یه نره کور این مارموله کسبید یقه منو گره. مأمور بود؟ مأمور چیه؟ از این آدم های عادی رهگذر بود. آقا هرچی گری و زاری کردم به کلم زدم. جون مادرت، من 6 ماه آزگاره، این ماشین من چی نشون کردم؟ جون من قبول کن غلط کردم، این بار آخر منه. نکرد که نکرد عاقبت من بیچاره سر از اینجا در آوردم به مرگ. تورج احتشام، تورج احتشام مرخصه، هرچه زودتر به دفتر مراجعه کنه. بالاخره نوبت اون سر رسید، ما هم دیگه آزاد شدیم. بایده به خدا را شاید قربتو برم. به 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 ای خدا بنازم قدرت تو جلال خاله. تکرار میکنم تورج احتشام مرخصه، به دفتر مراجعه کنه. خدا فرجی هم به ما بود. آقا جلال جان من دیگه مرخص میشم. قربونت برم تورج جان، میگم اگه رفتی بیرون ما رو فراموش نکنی. چرتم بابا، ما تازه با هم رفیق شدیم. راستی تازه داشتیم با هم دیگه آن پیدا میکردیم. تورج جان نامه ای چیزی فراموش نکنی برامون بنویسی. چشم مجردم. باشه با میزا میایم دیدن. حتما حتما. تورج احتشام
راست تورج جان، میگم اگه رفتی بیرون ما رو دعا بکن، شاید خداوند ما رو از این خراب شده نجات بده. به جانت. باشه قربونت برم تورج جان. خب کاری نداری، فدات بشم تورج جان، قربونت برم. راست تورج جان فراموش کردم، ببخشید. میگم که چیزه، اگه رفتی بیرون سلام منو به اون رفیقای باحالم برسون. نوکرتم ماچه منو فراموش نکن، بده بیاد بده ما جان. باشه بچه‌ها، قربونت شما، قربونت فدات شم. نوکرتم، نوکرت بلاخره را برو دفتر. ای خدا را آقا جلال، خدافز بچه، خدافز ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا. خدا حافظ بچه ها. بفرمی سکا مغزه مریض بار بیر بینم. چشم نبیر بیر جان. ولی با کی کار داشتی؟ ببخشین، منزل آقا میرزا آقایی همینه. بله، فرمایشی داشتی؟ آقا میرزا تشریف داره؟ نه خیر، رفتن زیر بازارچه. ببخشید، این زیر بازار چه کدوم ور باید رفت؟ انتهای همین کوچه است. خیلی ممنون. خود نگهدار. آقا زیر بازار چه کجاست؟ پایینه؟ بله آقا. قربونشون. آمیزا سلام پسرم، چطوری؟ کی آزاد شدی؟ همین امروز صبح. بریم نهار خونه. نه من موزایم. بریم نهار خونه، تارو نکن بیا. آقا جون، غذا از دهن نیافتی؟ دست درد نکنه دخترم. آقا تورج بیا که غذا سرد نشه. دست شما درد نکنه، حسابی ما رو شرمنده کردین آقا میرزا. نون و کباب زیر بازارچه است، ما کاری نکردیم که تو شرمنده بشی. آقا جون اگه اجازه بدین من میرم پیش زنده‌داش که تنها نباشه. بس خودت چی؟ غذا نمیخوری؟ داشتیم. اگه شما اجازه بدین من میرم، آخه اونم تنهاست. مانعی نداره، برو که اونم تنها نباشه. اجازه. جمعه نهار پای منه. این رسمیه که از مادر خدا بیامرزش تو این خونه به ارث رسیده. آشپزی که بلد نیستم. هر هفته جمعه میرم سراغ این حسن آقا کبابی، هرچند که دیگه کبابش هم تعریفی نداره. اگه میدونستم میای به پری میگفتم که غذا درست کنه. نه آقا میرزا، اتفاقا معلوم میخواستم بگم که تا حالا کبابی به این خوشمزگی نخوردم. چون سه ماه تو زندون غذای زندون رو خوردی، باید از این کباب تعریف کنی. چی بگم برو. راستش یادم رفت بهتون بگم آقا میرزا، داداشم دانشجوی رشته حقوقه. اه؟ کی درسش تمام میشه؟ والا همین امسال به امید خدا. داشتم برعکس من بچه درس خونی، از کوچولویش همینجوری بود، همیشه قبول میشد. تصمیم داره بعدم بره خارج ادامه تحصیل میده. دست شما درد نکنم. چی؟ خواهش میکنم. خب میگفتی هیچی. امروز هم میخواستم برم دانشگاهشون، بعد یهو یادم افتاد که تعطیله. اینو زودتر میگفتی پسر خدا رو شکر، پس رایی هست برای پیدا کردن خانواده. بله، اون روزم که اومدیم ملاقاتم میخواستم بهتون بگم نامه رو ببریم بدیم به داشم تو دانشکده، بعد گفتم که باعث زحمت تو میشه. مرد حسابی، تو
تو دست هر چی آدم خجالتی از پشت بستی؟ حالا بهتره چایی تو بخوری تا ببینم چه میشه کرد. قربون دست. خب امیرزا اگه اجازه بدی من رفع زحمت کنم. کجا به این زودی؟ میخوام برم یه گشتی بزنم، شاید یه خبری، یه نشونی، چیزی ازشون گیر میارم. برمیگردی؟ نه دیگه، بنز کافی زحمتتون داده. این حرفا چیه؟ اینجا خونه خودته، اگه پیداشون نکردی برگردم اینجا. راستش میخواستم اگه بشه امشب برم خونه یکی از بچه ها. لابد همون پسره که تو رو به این روز انداخت. منظورم کامیه. نه بابا آمیزه، به هر حال من صلاح نمیدونم. با این همه مصیبتی که به سرت اومده هنوز سرت به سنگ نخورده، باز میخوای بری سراغمون؟ سراغمون که نه. خلاصه اگه نظر منو بخوای بهتره امشب و اینجا بعد بگذرونی، فردا صبح بری دانشگاه. والا چی بگم، هر چی شما بگی. پس قبوله؟ قبوله. این پسره دیشب اینجا مونده؟ خودت که داری میبینی. تا حالا هیچ وقت نشده بود بابام شب کسی تو خونه نگه داره، اونم یه آدم عصب اقلیو. پری میگفت خونوادشو گم کرده. این حرفا کدوم خانم؟ حتما شما هم باور کردی. والا چی بگم، بابات که بچه نیست بخواد گول بخوره. اون آدم صاف و ساده ایه. این پسر حتما ننه من غریبه هم داره برده، اونم درش سخت و خواسته واسه چه کار خیری انجام بده. حالا خدا کنه که چیزی بلند نکرده باشه. والا چی بگم، بعید نیست. من دارم یه توکه پا میرم بیرون، تو چیز میزی لازم نری؟ نه، برو به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. خب تعریف کن ببینم، برادر تو دیدی یا نه؟ نه والا میرزا، نتونستم پیداش کنم. من که رسیاش میگن دو ماه نیومده دانش کده، گاری آب شده رفته تو زمین. ترسم خدایی نکرده بلایی سر شما نباشه. مادر و دعاش تو که موقعی اسباب کشی دیده بودم. اینو از قول همسایتون میگم، اون میگفت که اونا رو دیده بوده. در مورد پدرتان؟ منم چی؟ تصادف کرد. تصادف؟ آره، اونطور که میگفتن تصادف هم خیلی شدید بوده. طوری شده آمیزم. باید سعی کنی بعضی از واقعیت‌ها رو راحت بپذیری. تو رو خدا میرسه، چی شده به من بگو، من طاقت شنیدنش رو دارم. ببین بزن، باید قبول کنی که من جزی از زندگی Oh, my God.
شما هم اینجا منتظر باشید. چقدر لاغر شدی. شما هم همینطور. نمیدونم این چه مصیبتی بود که گریبانگیر ما شد. اون از بابای خدا بیامرزد که اون سرنوشتش بود، اون از برادر بیچارت که معلوم نیست چی به سرش اومده، اینم از تو. گریه نکن مادر جان. معلوم نیست من چه گناهی به درگاه خدا مرتکب شدم که باید یه همچی تقاصی پس بدم. مادر تو رو خدا اینقدر خودتون رو ناراحت نکن. باشه مادر، هرچی تو بگی. خب مادر حالت چطوره؟ ببینم زیاد که اذیتت نمی کنم. نه مادر من حالم خوبه، فقط نگران شما. تنهایی خیلی بهتون سخت میگذره. نه مادر، جمال و رسول مرتب میان به من سر میزنن. راستی اونا خیلی بهت سلام رسوندن. سلامت باشن، حالشون خوبه؟ داره خوبه. زمنان همه ی خریدای خونرم اونا انجام میدن، خیلی بچه های خوبی هن. تازه مریم هم مرتب میاد اونجا. مریم؟ خواهر مهدی رو میگن. مهدی؟ آمیزا، آمیزا،
آقای موسفی که اونجا نشسته دوست بابام. ببینی اونجا نشسته کی؟ کیا میگه؟ همون موسفیده میشناسیش؟